رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام معلم با اشاره به این که رسالت همه فعالان در عرصه آموزش فهم و تبیین بهتر دینه گفت نمیشه به هر کسی گفت مجتهدی و میتونی اجتهاد کنی، چرا که در این شرایط سنگ روی سنگ بند نمیشه. یه قوه قهریه‌ای که قوه قهریه است، برای این ساخته شده، باید اجرا بکنه. قوه قهریه نظام دستبند هم راشه، کلت هم راشه. بیما تو هم بیا اجتهاد کن، تو هم حوزه علمیه هستی، کار خودت بره، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. این سخنان رئیس جمهور نوعی پاسخ به انتقاداتی بود که در روزهای اخیر درباره سخنان روز شنبه گذشته آقای روحانی مطرح شده بود. رئیس جمهور در اون سخنان گفته بود نیروی انتظامی فقط ملزم به اجرای قانونه و نه ملزم به اجرای اسلام. این سخنان انتقاد برخی از علما و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. من یه جمله‌ای بگم، البته یه مقدار شاید سخت باشه تبیینش، زمان بخواد، ولی حالا اجمالش من میگم. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کاره کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. مگه در قانون آمده که طرف باید اول وقت نماز بخونه، نمازش چجوری بخونه، تون نخونه، کن نخونه؟ پلیس میتونه دخالت کنه؟ اول ظهر وارد بانک بشه بگه آقای رئیس بانک تعطیل کن، اول ظهر، از اون دارم میگن، طرف داره نماز میخونه، بره بگه آقا تو چرا تون خوندی نماز، چرا کند خوندی؟ به پلیس ربط نداره، شرحه. اما پلیس حق مداخله نداره. من همیشه میگم، چون من خودم هم یادم میره، باید به خودم بگم، یادمون نره کشور صاحبش مردم هستن، یا ذهنمون نره صاحب این کشور ملت ایران هستن، هیچ که دیگه نیست، و همه ما باید نوکر مردم باشیم، غیر از این نباید باشیم. تمام کارگزاران نظام من اوله الی آخره نوکر ملتن، هیچ سمتی بالاتر از نوکری نیست. صاحب کشور ملت بزرگ ایرانه، از زن و مرد، کوچک و بزرگ. در برخورد با مردم اخلاق حسنه، روی خوش، تواضع، ادب جزء وظایف همه ما هست، مخصوصا نسبت به جوانان و زنان. این دو طبقه خیلی باید حواسمون جمع باشه، حساس هستند هر دوی این طبقه، و وظیفه ما سنگین‌تر نسبت به هر دوی این طبقه. جوون نوجوون عنفوان جوانی هنوز تجربه کامل تو زندگی ندیده، آغاز کار دانشجوی هنوز استقرار پیدا نکرده، شغلی پیدا نکرده، مسکنی نداره، این فرق میکنه با یه آدم 45 ساله 50 ساله که تجربه زندگی داره. و زنان با مردان متفاوت هستند. همون که امیرالمومنین فرمود اگر یک زنی به یک افسرش گفت، به یک سردارش گفت، گفت اگر یک زنی بهت فحش داد حق نداری جواب بدی. مرد اگر فحاشی کرد تو میتونی بهش جواب بدی. زن باید سکوت کنی.